درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. به نام خدا. کور و برادرش، اثری از دکتر آرتور شنیتلر. ژرونیموی کور از روی نیمکتی که نشسته بود بلند شد، رفت نزدیک میز. گیتار خودشو که در دسترس اون پهلوی یک گیلاس شراب گذاشته شده بود، برداشت و شروع کرد به ساز زدن. اون صدای چرخ اولین درشکه‌ای رو که از دور مسافر می آورد شنیده بود. کورکورانه به سوی در رفت و اون راهی را که خوب میشناخت پیموده از چندین پله چوبین که مشرف به حیات سرپوشیده بود پایین رفت. برادرش به دنبال اون افتاد و هر دوی اونها پهلوی پله پشت به دیوار ایستادند تا اینکه در پناه باد باشند. باد سرد نمناکی زمین خیس خورده را جاروب میکرد و در درهای باز فرو میرفت. همه ی درشکه ها که راه گردنه اسلوبیو رو پیش می گرفتن ناچار از زیر طاق تاریک این کاروانسرای کهنه می گذشتند و مسافرهایی که از ایتالیا می اومدن و می خواستن از قله تیرول بالا برند، اینجا آخرین ایستگاه اونها بود، ولی هرگز درشکه ها در اینجا نمی موندن. چون در این جاده یک نواخت که دورش تپه های خشک بود، هرچه جستجو می کرد کرانه آسمان رو نمی دید. کور و برادرش هر دو ایتالیایی بودند و تابستانهای خودشونو در این دیار میگذروندن، به طوری که مثل خونه خودشون به اینجا آشنا شده بودند. دلیجان پست با درشکه دیگر رسید. بیشتر مسافران به دقت خودشونو در شنلها و پتوهاشون پیچیده بودند و از جاشون تکون نمیخوردن. چند نفر که شتاب زده به نظر میومدن پیاده شدن و صد قدمی زیر طاق راه رفتن. هوا تیره و تار می شد. باران یخ‌زده‌ای به زمین می ریخت. پس از یک رشته روزهای درخشان به نظر می آمد که پاییز بی مقدم رسیدن خودش رو اعلام کرده بود. کور آواز می خواند و به همان آهنگ باز گیتار می زد. مثل اغلب اوقات که اون شراب می نوشید، صداش هم نامساوی گاهی تیز و زننده می شد. فاصله به فاصله سر خودشو به سوی آسمان بلند میکرد، مانند این بود که بیهوده تضرع مینمود، ولی چهره او با لبهای آبی رنگ و شیارهای سیاهی که ریش نتراشیده رویش داده بود تودار مانده بود. برادر بزرگش خاموش پهلوی اون ایستاده بود. وقتی که یک نفر در کلاهی که او در دست داشت پول کوچکی میانداخت، با سر اشاره تشکر میکرد و بخشش کننده را با نگاه گمگشته ای مینگریست. سپس با حالت پریشان چشمهای خودش را مانند برادر کورش برمیگردانید و جلوی خودش را خیره نگاه میکرد. مثل این بود که او از داشتن چشم و از دیدن روشنایی شرمسار بود، چون هیچ یک از پرتو آن نمیتوانست در تاریکی که کور را فرا گرفته بود روزنه‌ای پیدا کند. ژرونیمو گفت: برایم شراب بیار. و کارلو که آموخته به فرمان برداری بود با شتاب روانه شد. از پله‌ها که بالا می‌رفت، ژرونیمو دوباره شروع کرد به آواز خواندن. از دیر زمانی بود که آهنگ صدای خودش را نمی‌شنید، ولی به آنچه در اطراف او می‌گذشت به خوبی پی می‌برد. او خیلی خوب صدای دو نفر را شنید. یک مرد جوان و یک زن جوان را که آهسته با هم گفتگو می‌کردند. از خودش پرسید آیا چندمین بار بود که این دو نفر به اینجا آمده بودند و از اینجا می‌گذشتند. چون که او اولا کور بود و ثانیاً اغلب مست بود و گمان می‌کرد یک دسته مردم معینی پیوسته از این گردنه کوه می‌گذرند، گاهی از شمال به جنوب و زمانی از جنوب به شمال می‌روند، از این قرار این دو نفر را از قدیم می‌شناخت. کارلو آمد، یک گیلاس شراب به دست ژرونیمو داد.
کور گیلاس خودش را به طرف آن دو نفر تکان داد و گفت: به سلامتی شما خانم ها آقاها. مرد جوان گفت: متشکرم. ولی زن جوان که از کور می ترسید رفیقش را کمی دورتر کشید. یک درشکه که خانواده پر سر و صدایی را آورده بود ایستاد. در آن پدر، مادر و 3 بچه و 1 خدمتکار بود. ژرونیمو در گوش برادرش گفت: خانواده آلمانی؟ پدر به هر یک از بچه هایش 1 سکه پول داد که هر کدام به نوبت خود رفتند و آن را در کلاه گدا گذاشتند. هر دفعه ژرونیمو به علامت تشکر سر خودش را خم می کرد. بچه ی از همه بزرگتر نگاهی از روی ترس و کنجکاوی به کور کرد. کارلو بچه را نگاه می کرد. مثل همیشه وقتی که بچه ها رو می دید به یادش می افتاد که ژرونیمو تقریبا همسال اونها بود. وقتی که اون پیش آمده ترسناک روی داد و اون چشمش رو روی اون گذاشت. 20 سال گذشته بود، ولی برای او این یادگار از موشکافی جانگدازش هیچ نکاسته بود. اون هنوز فریاد زننده‌ای که بچه کشید در حالی که روی چمنزار افتاد می شنید. هنوز لکه های لرزان درخشانی که خورشید روی دیوار سفید باغ نقش انداخته بود می دید. صدای ناقوس کلیسا را که درست در همین لحظه بلند شد می شنید. مانند اغلب اوقات در این روز او نزدیک پنجره اتاق بازی می کرد و گلوله خود را به سوی درخت زبان گنجشک که جلوی دیوار مقابل بود انداخت. از شنیدن فریاد برادر کوچک به زودی پی برد که بچه در حال دو می آمده از باغ بگذرد زخمی شده. فوتک تیراندازی خودش را به زمین گذاشت. از پنجره پایین جست و به سوی بچه شتافت که روی سبزه افتاده بود و صورتش را با دستهایش پنهان کرده ناله می کرد و به خودش می پیچید. یک چک خون روی گونه راست او سرازیر شده تا روی گردنش روان بود. در کوچک باغ باز شد و در همین وقت پدرش که از مزرعه برمیگشت نزدیک آمد. هر دوی اونها جلوی بچه که شیون و زاری او بریده نمی‌شد به زانو نشستند و بی اندازه سردرگم شده بودند. همسایه‌ها آمدند. وانلی پیرزن بالاخره تونست روی بچه رو ببینه. آهنگری که کارلو پیش اون شاگردی می‌کرد به نوبه خودش اومد و چون ادعا می‌کرد که در طبابت دست داره فوراً گفت که چشم راستش خوب نمیشه. طبیب پسچه بیاود رو به زودی آوردن. حرف اونو تصدیق کرد و همون شب خطری که چشم چپ رو تهدید میکرد پیش بینی کرد. اون گول نخورده بود. 1 سال دیگه همه ی دنیا برای ژرونیمو نبود مگر تاریکی. اول کوشش کردن اونو متقاعد کنن که بعدها معالجه میشه و به نظر میومد که اون باور کرده. کارلو که از حقیقت آگاه بود شبها و روزها روی جاده بزرگ مابین موستان و بیشه ها پرسه می زد. با فکر ثابت که خودش رو بکشه، اما به کشیشی راز خودش را آشکار کرد. کشیش گفت که وظیفه اون اینه که زنده بوده باشه و زندگانی خودش رو تحت اختیار برادرش بگذاره. کارلو به مطالب اون پی برد و حس ترحم شدیدی پیوسته اونو شکنجه می کرد و دارویی برای درد خودش پیدا نمی کرد مگر زمانی که با برادر کوچکش به سر می برد. موهای اونو نوازش می کرد. پیشانی اونو می بوسید. برایش قصه های دراز نقل می کرد تا سر اونو گرم کنه. با اون در کشتزار گردش می کرد. اونو روی تپه هایی که مو کاشته بودند راهنمایی می کرد. همچنین از کار خودش نزد آهنگر دست کشیده بود تا 1 دقیقه هم از برادرش منفک نشه. پدر که برای آینده اون پریشان خاطر بود بعضی چیزها به اون گوش زد کرد و به پسرش نصیحت کرده بود که دوباره دنبال کار خودشو بگیره، ولی اون به حرف پدرش گوش نکرد. 1 روز کارلو پی برد که دیگه ژرونیمو از درد خودش حرفی نمیزنه و خودش اینطور معنی کرد که کور فهمیده بود دیگه آسمان، تپه‌ها، جاده، مردم و روشنایی رو نخواهد دید. کارلو بیش از پیش اندوهگین شد و بیهوده کوشش میکرد به خودش دلداری بدهد.
با خودش تکرار میکرد اون بوده که سبب این بدبختی شده، بدون اینکه عمدن خواسته باشه. گاهی صبح زود وقتی که برادر کوچکش هنوز خواب بود برمیخواست و در باغ میگریخت. اونقدر ترس اون زیاد بود از مشاهده بیدار شدن این چشمهایی که هر روز روشنایی را جستجو میکردند. در همین اوان بود که کارلو به خیالش افتاد به ژرونیمو که آواز گوارایی داشت ساز بیاموزد. استاد مدرسه که گاهی یک شنبه ها میامد آنها را ببیند به ژرونیمو گیتار زدن را آموخت. کور شک نداشت پیشه ای را که به او میآموختند یک روز مایه نان درآوردن او خواهد شد. به نظر می آمد که از تاریخ این روز غم‌انگیز تابستان به بعد بدبختی به طور قطعی در خانه لاگاردی پیر جایگزین شده بود. حاصل هر سال کمتر شد. یکی از خیشان به خوب بریده آنها مقدار کمی پول از او درآورد که همه پسنداز آنها به شمار می آمد. بالاخره پدرش در یک روز گرم ماه اوت میان مزرعه سکته کرد و مرد و چیز دیگری از خودش باقی نگذاشت مگر قرض. دارایی کوچک آنها فروخته شد. دو برادر بدون پول دهکده را ترک کردند. کارلو 20 ساله بود و ژرونیمو 15 سال داشت. از این وقت برای آنها زندگانی خانه به دوشی و دربدری شروع شد که هنوز هم ادامه داشت. کارلو فکر کرده بود یک کاری که از اون به قدر کافی نون در بیارن برای خودش و برادرش پیدا بکنه، ولی موفق نشد. به خصوص به جهت ژرونیمو که نمیتونست آروم بشینه و پیش از همه چیز مایل بود روی جاده ها ولگردی کنه. 20 سال میگذشت که کوها و دره ها رو در اطراف ایتالیا از شمال و تیرول رو از جنوب میپیمودن و تا اندازه که ممکن بود خودشونو به جاهایی که موسم آمد و شد زیاد مسافرها بود میرسوندن. پس از چند سال محققاً کارلو همون غم و اندوه جگرخراش رو که پیشتر از دیدن فروغ خورشید یا چشمنداز قشنگی به یاد کوری برادرش میافتاد حس نمیکرد، ولی حالا این حس تبدیل شده بود به یک ترحم شدیدی که اون خودش رو میخورد و این حالت مانند تپش قلب و نفس کشیدن در طبیعت او جایگیر شده بود و هنگامی که ژرونیمو مست میکرد خرسند میشد. درشکهی که خانواده آلمانی رو میبرد دور شد. کارلو همونطوری که دوستاش روی پلکان چنبات مزد. ژرونیمو که دستهاش آویزان و صورتش به سوی آسمون بود ایستاده بود. ماریای خدمتکار از اتاق کاروانسرا بیرون آمد و از آن بالا به آنها گفت: چیزی گیرتون اومد؟ کارلو روش رو هم بر نگردوند. کور دولا شد و گیلاسی که روی زمین گذاشته بود و برداشت و به سوی خدمتکار تکون داد، مثل اینکه به سلامتی اون می نوشید. گاهی سر شب اون خدمتکار در اتاق کاروانسرا پهلوی او می نشست و اون گمان می کرد که این زن خیلی خوشگل است. کارلو خم شد، جاده را وارسی کرد. باد می وزید. باران تندی می بارید، به طوری که صدای چرخ درشکه هایی که نزدیک می آمد در میان این هیاهو گم می شد. بلند شد و در جای همیشگی خودش پهلوی برادرش نشست. ژرونیمو دوباره شروع کرد به خواندن و در همان وقت درشکه‌ای که در آن یک نفر مسافر بیشتر نبود رسید. درشکه‌چی به چابکی اسب‌ها را باز کرد و بیدرنگ وارد اتاق کاروانسرا شد. مسافر شنل بارانی خاکستری به خودش پیچیده بود. تا مدتی بدون اینکه از جایش تکان بخورد در ته درشکه مانده بود. به نظر می‌آمد که این آواز را نمی‌شنید. کمی گذشت. از درشکه پایین آمد. بدون اینکه از آن دور بشه از بالا به پایین قدم می زد. دستهاشو به هم می مالید تا گرم بشه. ناگهان متوجه گداها شد. اومد جلوی اونها ایستاد و با نگاهی از روی کنجکاوی اونها رو برانداز کرد. کارلو به نشان سلام با سر اشاره کرد. مسافر جوان خوشگلی بود با چشمهای درخشان و صورت صاف بدون ریش. پس از آن که مدتی پهلوی گداها ایستاد با حالت اندیشناکی سرشو تکون داد و به طرف درشکه رفت. ژرونیمو پرسید: خب چی شد؟ کارلو جواب داد: هنوز هیچی.
لابد قبل اینکه بره یه چیزی میده. مسافر دوباره به طرف اونها اومد، به مالبند درشکه یله داد. کور از سر نو شروع کرد به آواز خواندن و چنین مینمود که اون جوان با میل گوش میداد. مهتر اومد از پا رو بست. جوان مثل اینکه چیزی ملتفت شد، دست کرد در جیبش و یک فرانک به کارلو داد. کارلو گفت: دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه. مسافر سوار درشکه شد و شنل رو به خودش پیچید. کارلو گیلاس رو از روی زمین برداشت و از پله های چوبین بالا رفت. ژرونیمو آواز میخوند. جوان از درشکه خم شد، با یک حالت بزرگ منش آمیخته با غم و اندوه سرش رو تکون داد. ناگهان فکری به خاطرش رسید و لبخندی زد. از کور که دو قدم با اون فاصله داشت پرسید: اسمت چیه؟ ژرونیمو. خیلی خوب، اما ژرونیمو مبادا گول بخوری. درشکه چی اومد روی پله فوقانی پلکان. آقا چطور من گول نخورم؟ من به رفیقت یک اشرفی طلا دادم. آقا دستتان درد نکند، دستتان درد نکند. آری، اما خودت را بپا. آقا این برادرم است، مرا گول نمیزند. آن جوان کمی تردید کرد، ولی درشکچی رفت روی نشیمن خودش نشست و مهار را در دستش گرفت. پیش از اینکه او بتواند حرف خودش را تکذیب بکند، در ته درشکه جای گرفت و سرش را حرکتی داد که مفهومش این بود: به طبیعت واگذار کنیم. و از پا به راه افتادند. کور از دور تشکر میکرد و دستهایش را تکان میداد. شنید که کارلو از اتاق کاروانسرا بیرون آمد و به اون گفت: ژرونیمو زود باش بیا بالا، ماریا آتیش روشن کرده. ژرونیمو سرشو تکون داد، گیتارو زد زیر بغلش و کورکورانه از پله بالا میرفت. وسط راه به برادرش گفت: بذار به اون دست بزنم، خیلی وقته که پول طلا دشت نکردم. کارلو پرسید: چی میگی؟ مقصودت چیه؟ ژرونیمو نزدیک رسید، سر اونو مابین دو دستش گرفت. این حرکت خودمانی اون بود، برای اینکه مهربانی یا خوشحالی خودشو آشکار بکنه. بعد گفت: برادر جانم کارلو، مردم سخاوتمندم پیدا میشن. کارلو جواب داد: البته تا حالا دو لیرو 30 سانتی می نیزه زدیم، اضافه اینم پول اتریشیه که نیم لیر ارزش داره. ژرونیمو فریاد زد: پس 20 فرانک، من میدونم. در اتاق که وارد شدن، کور پیلی پیلی خورده با حال خسته افتاد روی نیمکت. کارلو پرسید: چیو میدونی؟ ژرونیمو جواب داد: شوخی بسه، پولو بده به من، خیلی وقته که دستم به پول طلا نخورده. کارلو گفت: از من چی میخوای؟ میخوای که برم از کجا پول طلا برات بیارم؟ ما 2-3 لیر بیشتر نداریم. کور زد روی میز و گفت: تا همینقدر کافیه، میشنوی؟ بسه. ببینم، میخوای این پول طلا رو از من پنهون بکنی؟ کارلو با حالت پریشان و شگفت زده به برادرش نگاه کرد و برای اینکه اونو آروم کنه، پهلوی اون نشسته دستشو آهسته روی بازوی اون گذاشت و گفت: گوش بده، من هیچی از تو پنهون نکردم، چطور تو باور میکنی؟ هیچکی پول طلا به من نداده. ولی اون به من گفت. کی؟ مرد جوونی که از بالا به پایین قدم میزد. چطور؟ من نمیفهمم. اون به من گفت اسمت چیه، بعد گفت خودتو بپا، نذار گولت بزنه. ژرونیمو تو خواب دیدی، حواست پرته. حواس من پرته؟ اما من شنیدم، من خوب میشنوم. نذار گولت بزنن، من به اون یک پول 20 فرانکی دادم. نه، اون گفت من به اون یک اشرفی طلا دادم. کاروانسرادار وارد شد: اینجا چی کار میکنین؟ مگه از کار و کاسبی دست کشیدین؟ یک کالسکه 4 اسبه رسیده. کارلو گفت: زود باش بریم پایین. ژرونیمو از جایش تکان نخورد. چرا؟ چرا بیام؟ به چه درد میخوره؟ تو پهلوی منی یا تو؟ هیچی نگو، بریم پایین.
جرونیمو از برادرش اطاعت کرد و در راه با خودش میگفت: میدونی بازم گفتگو میکنیم، بازم گفتگو میکنیم. کارلو از پیش آمدی که روی داده بود چیزی دستگیرش نمیشد. از خودش میپرسید شاید جرونیمو دیوونه شده. میدونست که اون گاهی از جا در میرفت و خشمناک میشد، ولی هیچ وقت نشنیده بود که اینطوری حرف بزنه. کالسکه‌ای که رسید دو نفر انگلیسی رو آورده بود. کارلو کلاهشو برداشت. کور زد زیر آواز. یکی از انگلیسی ها پایین اومد، چند شاهی در کلاه کارلو انداخت. کارلو گفت: دستتون درد نکنه. و کمی آهسته تر گفت: 20 سانتیمی. ژرونیمو به اون محل نذاشت و یک آواز دیگر رو از سر شروع کرد. کالسکه با انگلیسی ها به راه افتاد. دو برادر خاموش به بالا رفتن. ژرونیمو روی نیمکتش نشست و کارلو رفت پهلوی بخاری. ژرونیمو پرسید: چرا چیزی نمیگی؟ کارلو جواب داد: خب همونه که گفتم. چی گفتی؟ باید اون دیوونه شده باشه. دیوونه؟ خوب بهونه پیدا کردی. اگه کسی بگه من 20 فرنگ به برادرت دادم، دیوونه است؟ پس چرا دوباره گفت نزار گولت بزنه، ها؟ شاید دیوونه نبوده، ولی مردمای بدجنسی هستن که بدبختا رو دست میندازن. ژرونیمو فریاد زد: هان؟ شوخی کرده؟ منتظر همین بودم. گیلاسی رو که جلوی اون بود لا جرعه سر کشید. کارلو با گلوی فشرده از استراب گفت: اما ژرونیمو چرا میخوای که چطور تو باور میکنی؟ چرا صدات میلرزه؟ ها؟ ها چرا؟ ژرونیمو من به تو قول میدم. و منم از تو باور نمیکنم. تو به ریش من میخندی، میدونم که میخندی. صدای مهتر از پایین آمد: آهای کور، مشتری اومده. دو برادر یهو بلند شدن و از چند پله پایین رفتن. در همین وقت دو درشک رسید. در یکی از اونها سه نفر مرد و در دیگری یک زن و یک مرد بود. ژرونیمو آواز میخواند، در صورتی که کارلو که نزدیک اون ایستاده بود به دشواری خودشو نگه داشته بود. آیا چه خواهد کرد؟ برادرش حرف اونو باور نمی کرد. چگونه میشه که چنین چیزی اتفاق بیفته؟ با حال پریشان زیر چشمی ژرونیمو رو که آواز سوزناکش رو غلط میداد نگاه می کرد. به نظرش اومد که پشت این پیشانی اندیشه های تازه‌ای میگذره. درشکه ها رفتند. ژرونیمو همینطور می خواند. کارلو جرأت نمی کرد صدای اونو ببره. نمیدونست چی به اون بگه، میترسید دوباره صداش بلرزه. صدای قهقهه خنده ماریا از بالای پله بلند شد که گفت: برای چی هنوز میخونی؟ به خیالت منم به تو چیزی میدم؟ ژرونیمو بدون اینکه آواز خودشو تموم بکنه ناگهان خفه شد. مثل این بود که صدای اون با سیمهای گیتارش یک مرتبه برید. بازم اون بالا رفت و کارلو به دنبالش و در اتاق پهلوی اون نشست. فکر میکرد که چه خواهد کرد. دوباره کوشش کرد که برادرشو متقاعد بکنه. گفت: ژرونیمو من قسم میخورم. درست فکر کن. تو چطور باور میکنی که من؟ ژرونیمو خاموش بود و به نظر میومد که با چشمان مردهش میغ انبوه خاکستری را از پشت شیشه ی پنجره تماشا میکرد. کارلو باز هم دنباله ی حرف خودشو گرفت و گفت: نه، این یه نفر دیوونه نبوده، ولی حتما سهو کرده. خب پیدا کردم. ولی به خوبی حس کرد که این حرفا خود اون رو هم متقاعد نمی کنه. ژرونیمو با یک حرکت از روی بی‌حوصلگی خودشو از اون دور کشید، اما کارلو با حرارت تازه صحبتو دنبال کرد. برای چی من همچین کاری میکنم؟ تو خودت میدونی که من نه بیشتر از تو مینوشم نه بیشتر از تو میخورم. اگه میخواستم برای خودم یه قبای تازه بخرم به تو میگفتم. آخه برای چی من این پولو بلند میکردم؟ با اون چی کار میتونستم بکنم؟ کور بین دندانهایش گفت: دروغ نگو، میدونم دروغ میگی.
کارلو با حالت پریشان گفت. من دروغ نمیگم ژرونیمو. نه دروغ نمیگم. ببینم، به این دختره پول پیش دادی؟ ها؟ یا اینکه بعداً به اون میخوای بدی؟ کی؟ ماریا رو میگی؟ آره دیگه ماریا. پس میخوای کی باشه؟ ها؟ دزد دروغگو. کونه ی آرنج خودش رو زد به کمر برادرش، مثل اینکه دیگه نمیخواست پهلوی اون بشینه. کارلو بلند شد، خیره به کور نگریست، بعد به سوی پلکان و در حیات رفت و با چشمهای رک زده جاده رو که در یک مه زرد رنگی ناپدید میشد نگاه کرد. باران آهسته شده بود. دستهاشو در جیبش کرد و با احساس تاریکی که برادرش اونو از خودش رونده بود رفت بیرون تا هوای آزاد تنفس کنه. چه پیش آمده شگفت انگیزی. اون نمیتونست پی ببره این مردی که به اون یک فرانک داده و ادعا میکرد 20 فرانک داده کی بوده. لابود بی جهت این کارو نکرده. کارلو خاطرات گذشته رو به یاد می آورد و جستجو میکرد تا ببینه شاید دشمنی داشتن که این آدمو فرستاده تا از اون انتقام بگیره. ولی کاوش اون بیهوده بود. هرگز به یادش نمی اومد که کسی رو رنجونده باشه. هیچ زد و خوردی رو به یاد نمی آورد. 20 سال بود که زندگانی ولگردی و گدایی رو پیش خودش کرده بود و کنار جاده کلاهش رو جلوی مردم نگه می داشت. آیا کسی برای خاطر زنی با اون همچشمی داشته؟ اینم بعید بود، چون خیلی وقت می گذشت که اون با هیچ زنی نزدیکی نکرده بود. خدمتکار میخانه در لاروزا آخرین اونها بود. اون هم در بهار سال گذشته اتفاق افتاد و هیچ کس در دنیا پیدا نمی شد که برای این نکبت با اون حسادت بورزه. نه اون نمی تونست بفهمه که چه جور آدم هایی پیدا می شن. مردم این دنیای بزرگی که اون نمی شناخت. این مردمی که از هر جای دنیا می اومدن. از اونا چی می دونست؟ حرفای مسافری که به برادرش گفته بود یک پول 20 فرانکی دادم، بدون شک یک سری در پشت اون پنهان بود. کارلو اینو قبول داشت ولی از خودش می پرسید چه به روز اون خواهد اومد؟ چیزی که آشکار بود برادرش درباره اون بدگمان شده بود. این فکر رو نمیتونست به خودش هموار کنه. نمیتونست بذاره کارها همینطور ادامه پیدا کنه. از پلکان به تندی بالا رفت. ژرونیمو روی نیمکت دراز کشیده بود. چنین وانمود کرد که ملتفت ورود اون نشده. ماریا براشون خوراک و مشروب آورد و در تمام مدتی که خوراک طول کشید کلمه ای رد و بدل نشد. ماریا داشت چیزها رو برمیچید که یک مرتبه ژرونیمو با خنده بلندی از اون پرسید: ببینم با این پول چی میخری؟ چه پولی؟ خیلی خوب، بگو ببینم، پاچین نو یا گوشواره؟ ماریا در حالی که رو کرد به کارلو پرسید: از من چی میخواد؟ در حیات صدای خفه چرخ گاری بارکش شنیده میشد. صدای چند نفر که با هم بلند بلند صحبت میکردن میومد. ماریا دستپاچه به پایین شتافت. چند دقیقه بعد سه نفر چاروادار وارد اتاق شدن و جلوی میزی نشستن. کاروان سرادار آمد و سلام کرد. آنها از هوا بسی نگران بودن. یکی از آنها گفت: امشب برف خواهد آمد. دومی نقل کرد که همینجا یک سال در برف گیر کرده بود و نزدیک بود از سرما تلف بشه. ماریا اومد پهلوی اونها ایستاد. مهتر هم به نوبت خودش رسید و احوال خیشانش را که در پرمیا منزل داشتن پرسید. خبر دادن که یک درشکه رسیده. ژرونیمو و کارلو پایین رفتن. ژرونیمو میخوند و کارلو کلاهشو به دست گرفته گذرندگان در آن صدقه میگذاشتن. به نظر می اومد ژرونیمو آرومه. فقط می پرسید چقدر؟ و به جوابی که کارلو می داد با سر اشاره بلی می کرد. کارلو با خودش بیهوده دلیل می آورد و چیزی نمی دونست مگر اینکه بدبختی ترسناکی به اون روی آورده و اون بدون دفاع مونده. وقتی که دو برادر بالا رفتن، چاروادارها که شراب می نوشیدند با خنده گستاخی از اونها پذیرایی کردند. اون که از همه جوانتر بود به ژرونیمو گفت: برای ما یک چیزی بخون، پولت هم میدیم. مگه نه دوستان؟ رو کرد به رفقایش. ماریا که میامد و دستش یک شیشه شراب قرمز بود به اونها گفت:
ولش کنید، امروز اوقاتش تلخه. در جواب اون جرونیمو که میان اتاق ایستاده بود زد زیر آواز. وقتی که آوازش تموم شد چاروادارها براش دست زدن. یکی از اونا گفت: بیا اینجا کارلو، ما میخوای مثل مسافرها پولو در کلاهت بیندازیم. پول کوچکی را درآورد و بالای کلاهی که کارلو به سمت اون دراز کرده بود نگه داشت. اما کور بازوی گاریچی رو کشید و به تندی گفت: بدی به خودم بهتره، این پول ممکنه جای دیگه ای بیفته. آره جای دیگه ای میفته. چطور جای دیگه؟ آره میان لنگ ماریا. همه اونها من جمله کاروان سرادار و خود ماریا زدن زیر خنده. تنها کارلو صداش در رایمد. هرگز برادرش با اون از اینطور شوخی ها نکرده بود. چاروادارها فریاد زدن: بیا پخلوی ما بشین، چه آدم بانمکی. خودشان را به هم فشار دادن تا اینکه یک جا برای اون باز کنن و صداها با هیاهوی بزرگی بلند می شود. کور در آن میان خوش صحبتی می کرد. اون بیش از معمول شوخ و زنده دل بود. از پی هم شراب می نوشید. وقتی که ماریا آمد جرانیمو کوشش کرد او را بغل بزند. یکی از چاروادارها به اون گفت: لابد تو گمان میکنی خوشگل است، اما نه، او پیر و زشت است. ولی کور ماریا را گرفت و روی زانویش نشانید و گفت: شماها عقلتان پاره سنگ میبرد، من به چشمم احتیاجی ندارم که ببینم. الان من میدونم کارلو کجاست، ها؟ اون نزدیک بخاریه، اونجا دستاش تو جیبشه، میخنده. همه برگشتن به طرف کارلو که پشتش به بخاری بود و دهانش نیمه باز و لبهایش با خنده زورکی باز مونده بود، چون اون میل داشت موافق حدس برادرش رفتار کرده باشه. مهتر آمد به چاروادارها خبر داد که اونقدر وقت ندارن تا پیش از اول شب به برمیو برسن. اونها بلند شدن و با هم همه رفتن. دو برادر در اتاق تنها موندن. به نظر می اومد که کاروانسرا پس از نهار در خواب بعد از ظهر قوطه‌ور شده بود. جرونیمو سرش روی میز بود. چند وانمود می کرد که چرت می زنه. کارلو چند دقیقه از درازا و پهنای اتاق قدم زد و بعد نشست. بی اندازه خسته شده بود، مثل اینکه کابوس هولناکی اونو خورد کرده. اندیشه های اون پریشان و از هم گسیخته بود. چیزهایی رو که صبح دیده بود به نظرش دور و ناپدید می اومد. روزهای گرمی که با برادرش روی جاده های پر از گرد و غبار راه می رفتند به یادش افتاد. همه اونها به نظرش دور، گم شده و باور نکردنی بود. مثل اینکه ممکن نبود هرگز اتفاق بیفته. چاپاری که از تنرل می اومد طرف تنگ عصر رسید. دنبال اون چند درشکه بود که به فاصله های کمی قرار گرفته بودن و همه اونها به طرف جنوب می رفتند. دو برادر چهار بار پایین رفتن و بالا اومدن. هوا تاریک می شد. تنگ غروب بود. وقتی که اونها بعد از راه افتادن آخرین درشکه برگشتند، یک چراغ روغنی کوچک به یک تیر پیش آمده ی سقف آویزان بود و کورکورکی می سوخت. کارگرهایی که کمی دورتر در یک معدن کار می‌کردند و در نزدیکی کاروانسرا برای خودشون آلونک ساخته بودند رسیدند. جرونیمو رفت پهلوی اونها. کارلو تنها جلوی میز موند. این تنهایی برای اون خیلی دشوار بود. از دور صدای جرونیمو رو که بلند حرف می‌زد می‌شنید. از بچگی خودش صحبت می‌کرد. می‌گفت هنوز خیلی چیزها رو که با چشمش دیده بود به یاد می‌آورد. به خاطرش می اومد که پدرش در کشتزار کار می کرد. باغ کوچیک، درخت زبانگنجشک نزدیک دیوار کوتاه خونشون، دو دختر کفش دوز، تپه های پشت کلیسا، اونجایی که موستان بود و همچنین صورت بچگی خودشو همونطوری که در آینه دیده بود به یاد می آورد. کارلو اغلب همین جمله ها رو شنیده بود، ولی امشب نمی تونست اونها رو بشنوه. به نظرش می اومد که لحن اون تغییر کرده و معنی تازه‌ای در پشت هر کدوم از این حرف‌ها پنهان شده بود. یک سرزنش مرموزی که به اون دشنام می‌داد. نصف شب بود. کارلو خودشو کشوند به سوی در و رفت در جاده بزرگ. بارون بند اومده بود و هوا سرد بود.
کارلو فکر کردید که لذتی در خودش حس میکنه که بره و ناپدید بشه، خودشو در این تاریکی گوارا گم کنه، در یک چاله بخوابه و دیگه بیدار نشه. ناگهان صدای چرخ درشکه ای سر اونو بلند کرد. روشنایی دو فانوسو که آهسته نزدیک می شدند دید. دو نفر مرد در درشکه بودند، یکی از اونها با چهره پژمرده بدون ریش. وقتی سایه کارلو رو دید که در تاریکی جلوی روشنایی فانوس قد برافراشته از جا جست. کارلو که ایستاده بود کلاهشو برداشت. درشکه ناپدید شد و روشنایی خاموش شد. کارلو دوباره در تاریکی موند. به خودش لرزید. می ترسید. برای اولین بار در دوره زندگانیش تاریکی او را می ترسانید. ترسی که حس می کرد با ترحم شدیدی که برای برادرش حس می نمود به طرز مرموزی وابستگی داشت. قدمهاشو تند کرد. نفس زنان مثل اینکه کسی اونو دنبال کرده باشه به کاروانسرا برگشت. وقتی که در اتاق کوتاهو باز کردی دو نفر مسافر که الان از اون گذشتن کنار میز جلوی یک بطری شراب قرمز نشستن و به طوری گرم صحبت بودن که ملتفت اون نشدن. کاروانسرادار از همان دور که اونو دید گفت: کارلو، کجا قایم شده بودی؟ چرا برادرتو تنها میذاری؟ کارلو با حال پریشان پرسید: مگه چی شده؟ سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.